موفق تر بوده است. 1. روزنامه نگاری و سردبیری. 2. نویسندگی و کارگردانی. 3. تهیه و اجرای برنامه. 4. هیچ کدام. عدد گزینه مورد نظر را به شماره 20337 ارسال نمایید. از بین شرکت کنندگان به 7 نفر ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد. خب دوستان ما نگفتن این سوالو دادن. خب ما مگه بد که نمیخونیم دیگه؟ آره در واقع. خب بریم به فیلم بعدی. بدرود بغداد. بدرود بغداد یه فیلم بسیار خوب با یه تیم جوون که پالا آقای نادری، توراج اصلانی، ساسان سالون، بیشتر دوست بودیم تا اینکه مثلا شرط حرفه‌ای سینما رو بخوایم لحاظ کنیم بریم. و یادمه که فیلم ما قرار بود اصلا به این دلیل ما پول دادن که ما فارسین رو کار کنیم. ما دیدیم آقا نمیشه یه قصه اونوری رو فارسی کار بکنیم، خیلی جور نمیشه، خیلی خوب نمیشه. بعد مثلا امریکایی هم فارسی حرف بزنه، عرب هم فارسی حرف، نمیشد. مرکز هم پول نمیداد، یعنی میگو باید چیز کنیم. ولی در نهایت مسعی کردیم که چون راش میبینن صدا کنیم کار کردیم. من یه دو ماهی فکر کنم عراقی یاد گرفتم برای اون نقش و رفتیم صبح تا شب تو بیابونا و اینور و اونور با کمترین پول اون فیلم ساختیم. راضی هستی از اون بازی کردید اون فیلم؟ آره من خاصی ویژه ای هم هست، خیلی اونم منتقدین دوست داشت. من فیلم رو واقعیتش هنوز کامل ندیدم فیلم رو، به دلیل اینکه یه سکانسی از فیلم رو دیدم خیلی راضی نبودم از زحمتی که خودم برای فیلم کشته بودم. اما معمولا وقتی راضی نباشم فیلممو نمیبینم. خب می‌رسیم آخرین سوال. در واقع قصه پریا که الان روی اکرانه به نقشی که بازی کردی سیاوش مسرور، به نظر من حالا راجع به این نقش صحبت کن. سیاوش مسرور داستان جوون همین جامعه است که از یک سوادی برخورداره، سواد عمیق نیست، سواد سطحیه. و این سواد سطحی به دلیل اینکه در اطراف این آدم های خیلی باسوادی نیستن در جامعه، دچار غروری هست که مثلا احساس میکنه خیلی آدم باسوادی، خیلی چیزا رو متوجه میشه، خیلی چیزا رو میفهمه، صلاح خودش رو بهتر از بقیه میدونه و وارد یه داستان عاشقانه میشه. به قول گفتنی شرایط براش عوض میشه، یعنی جامعه شرایطش عوض میشه و وقتی زورش به شرایط نمیرسه که عوضش بکنه خودش عوض میکنه. و این عوض شدن اتفاقی که برای خیلی از جوانای ما داره میفته، حالا به نوعی اعتیاد، به نوعی به نظر من نقش جوری که زورش به این شرایطی که عوض شده نمیرسه، یعنی بیکار میشه، ارزم به حضورتون مثلا حالا عموش بهش سخت میگیره، میبینه که زنش هم ترک نمیکنه و و و و. خب ظاهرا من تو اونجایی که البته نمیخوام بگم خبر دارم، تو اونجایی که شنیدم در واقع تو برای بازی در صحنه ها یک سری کارا کردی، یعنی در واقع برای اجرا چند شب نخوابیدی و سعی کردی که نقش اون معتاد رو در بخش بعد از اعتیاد در دیگه. بله، واقعیت امر این بوده که فیلم مقاطع زندگی یک آدم به اسم سیاوشه و اعتیاد 6 ماه اول مثلا یه سکانس بود، 6 ماه مثلا دوم دو سکانس و سکانس پایانی هم 3-4 سکانسی بود. که ببینید اعتیاد رو معمولا تو هر فیلم یا سریال یه معتاد نوشته میشه و معتاد خیلی خوب رو هم دوستان جوان، بازیگر جوان ما خیلی خوب بازی کردن، هم قدیمی همون. من نگاه کردم این فیلم رو ببینم چیکار اینا چیکار میکنم، من کارم نکنم، یعنی فقط تنها کاری که میتونستم بکنم که من اون المان ها رو بذارم کنار، خیلی کن را رفتن و خیلی سعی نکردم کن را بریم، اون سکانس درگیریمون هم همینطوره. بعد سعی کردم بیخوابی، یعنی این امتحانو بکنم که بیخواب باشم. برای سکانس اولی 24 ساعت بود، بعدش رسید فکر کنم علوشه 57 ساعت که حالا میزه گیریم هم
لطف داشتن دوستان دستیارا که نمیذاشتن من بخوابم چون خوابم میبرد. صدارم سعی کردم اون صدا کاملا طبیعی صدا سازی نیست اصلا، بدانی که صدا رو سعی کردم که درگیر زیاد درگیرش بکنم آسیب بزنم یعنی به تاره صوتی. تا ظهر این کارو میکردم، ظهر نمیتونستم حرف بزنم یعنی صدام در نمیومد، ولی شب که مثلا فیلم برداری میشد یا فردا صبحش که مثلا شروع میکردم به فیلم برداری یه ذره نمه باز میشد که یه همچین صدایی بود. خیلی متشکرم مصطفی جان، خیلی خیلی ممنونم که در برنامه ما شرکت کردی. من چون کارگردان فیلم بودم دیگه سوال دیگه نکردم، ان شاء الله در برنامه‌های دیگه میای و دوستان دیگه سوالات دیگه ازت میکنن. خیلی خیلی ممنونم، برات آرزوی موفقیت دارم و ان شاء الله که هم در سینما و هم در تلویزیون اگه دوباره رفتی موفق بشی. خب میریم برای یه گزارش پشت صحنه و برای نقد برمیگردیم. من همسرش هستم بر اساس فیلم نامه از خانم نازنین لیقبالی. داستان فیلم زندگی یه زوج جوان هستش که بر اثر یک اتفاق زندگی خانوادگیشون دچار مخاطره میشه. فیلم با توجه به اینکه مضمونش خانوادگیه فکر میکنم که برای خانواده ها مناسب باشه. این برای صورتشون زود تاریخ نور داره میره دیگه، نور برقدره. وقتی یک فیلم سینمایی که در جانر خانوادگی و اجتماعی هست دارید کار میکنید، شیوه نور پردازی رو آیا تغییر میکنه یا نه؟ راستش نه زیاد، یعنی من سعی میکنم فقط فضای واقعی رو القا بکنم. به این برش بسیم باید بایدش من این برسیم یعنی میتونم به حک بشیم به نور آسمون در فهم کردیدی این طرف بشینید. مرسی. با یه دونه آتیش گردون وارد کادر میشه، عرض کنم که میاد میگه که حالا کی اینو بلده به چرخونه، حالا کی اینو بلده به چرخونه. محشید میگه من، زری میگه که حالا ببین میتونی خونه مردم آتیش بزنی، شما میگه حالا ببین میتونی خونه مردم آتیش بزنی، مینا میگه اصلا هر کی تونست زغال روشن کنه یه جایزه داره، شما میفرمایین اصلا هر کی تونست زغال روشن کنه یه جایزه داره. هر کی کی بلده اینو به چرخونه؟ بده من، بده من. بلده اینو برش قربونه بشی، حالا خونه مردم آتیش نزنی. کسی بلده اینو برش حق اینو به چرخونه جایزه دارم. مینا میگه شهل خانم شما چی؟ شما لبخند میزنید ولی ابراز تمایل نمی کنید به انجام این کار. آبان میگه مامان برو، مامان برو، تو خدا برو. بعد که میگه شما بلند میشین، آتیش گردون از مینا میگیری از کادر ما خارج میشین. هر کدوم به چرخونه بهش جایزه میدم. باید گرمی سویت و پایان این فیلم امشب دارن میزنن. بله. چجور فیلمی بود؟ خیلی خوب بود، خیلی راضیم. واقعا احساس نکردیم این مدت مثلا حدود یک ماه خورده که سر فیلم برداری هستیم فشار کار و همه اینا خیلی راحت گذشت. خود شما اخیرا کار کارگردانی رو شروع کردید، الان با یک کارگردانی که کار اولش از دارید کار میکنید. این آدم زندگی خودشون رو بکنن، بچه ها که میگن مثلا لادن رو یه نفر دیگه آره یعنی قضیه زیاد پیچیده نشه شهلا چیز میگن که این وقتی طولانی و مفصل میشه خوشگل نمیشه. چقدر براتون پذیرفتنی بود کارهایی که آقای شایسته میخواستن؟ ببینید وقتی که بازیگری قبول میکنه سر یه فیلمی بیاد اینو پذیرفته، فیلم بردار، بقیه عوامل، فیلم نامه و کارگردان کسایی هستن که ما از اول میدونیم که میخواییم باشون کار کنیم. بنابراین برای من مهمترین چیز اینه که محترم بذارم به نظر کارگردان که دارم باش کار میکنم و در وهله اول ببینم که چه چیزی براش مهمه که من خودم رو به در حقیقت اندیشه اون و زیبایی شناسی اون نزدیک کنم. نوای زمانی توی میکروفون به شما چی میگه؟
چیزای بامزه داری. جوک تعریف میکنه. آره جوک تعریف میکنه. بازی با کلام سخت داره یا بدون کلام؟ بازی سخته کلا. هر دوش سخته. آره. آره شما چی؟ سعی میکنیم زیاد تمرکز سلاشمون رو بیشتر بکنیم که بتونیم راحت برای خودمون، یعنی مردم احساس کنن راحت داریم بازی میکنیم. نگاهشون رو اجاب بدی. آره واقعی شایسته چطور؟ عالی، واقعا لذت بردن از سینما واقعا تجربه میشه با ایشون. این که عاشق سینماست خیلی خوبه. خوبا؟ همون خنده ها برش باشه بعد برسی به اون حالت خودش. بله بفهم جام کنه بفهم ادامه. بله هر که یه سر لکنش بگیم خوب بسه ازدواج کنم. میگه ببخشید قدرتو ندونستم، میگه غلط کردم دوست نداشتم. این دفعه بد زدی جاده خاکی. هنوز نفهمیدی عشق زوری نمیشه. سیاوش تو رو نمیخواد. احساس کردم هر چقدر که سر کشه همونقدر با محبت دوستش نمیاد. چرا من شایست حالا به دنیا رفت میزنی؟ راتفا ماجاده بیشتر تو میفهمن، تو تنه نمیفهمی؟ خیلی خوبه میفهمم، این تو این چه نمیفهمی؟ اون رد کارت خوب چه بیرون؟ حتی اقل بزن خودم بری زیاره بابا بابا میدونم اشتی با خودم این باید خبر وقتی داشت از بیمارستان فرار میکرد یه ماشین زیر شد. اینجا آمدی برای چی؟ خدا رو شکر اصلا میرسی هم نداشتی که رجلیست. فکر نمی کردم سیاوش خواسته پدرش رو ندیده بگیر. به خدا هر کاری بگی برای خونه میخوای، ماشین میخوای، شوف میخوای. من گدا نیستم.